آرمان زرین‌کوب تهیه کننده سریال ستایش درباره انتقادات نسبت به چهره پردازی نرگس محمدی بازیگر نقش اصلی این مجموعه در فصل سوم گفت ما در سریال ستایش یک با یک زن 20 ساله روبرو بودیم و در فصل دوم با یک زن 40 ساله و حالا در فصل سوم که این شبها روی آنتن شبکه 3 می رود شاید در روند داستانی تنها چند ماه از فصل دوم گذشته باشد. وی درباره جوانتر شدن ستایش نسبت به فصل دوم بیان کرد این انتقادها بیش از این نسبت به فصل دوم هم وجود داشت. ستایش دو هم که شروع شد عده‌ای گفتند چرا ستایش پیر نشده و با یک عینک چهرهش تغییر کرد، اما اگر به اطراف خود نگاه کنید خانم 40 ساله پیر نیست که بخواهیم او را پیر کنیم و به صورتش چروک اضافه کنیم. زرین‌کوب درباره حفظ نشدن همین تغییرات که در فصل دو در گریم ستایش دیده می شد و در فصل سوم وجود ندارد هم اظهار کرد. او در فصل سوم هم عینک می زد، اما زمان مطالعه و یا تغییراتی رو در زندگی او می بینیم که باید در روند قصه ببینیم. وی اضافه کرد به نظرم عده‌ای کارشان این است که به محتوا دقت نمی کنند و از تماشای سریال لذت نمی برند. البته من نمی دانم منظور این افراد برای انتقاد از گریم ستایش چیست، چون به نظر ما این گریم خیلی باورپذیر است، هرچند من خیلی دفاع نمی کنم و شاید همیشه مشکلاتی هم در گریم ها باشد، اما شما یک سریال را در چند وقت اخیر مثال بزنید که گریم هایش خیلی خوب باشد. چهره پردازی در تلویزیون بر اساس شخصیت هاست که این شخصیت تعیین می کند که پرداخت آن به چه صورت باشد. تهیه کننده ستایش درباره چهره او و این جوانگرایی توضیح داد. ستایش در فصل قبل مشکلات و نگرانی هایی داشت که در این فصل ندارد. او در این فصل زنی صاحب انگیزه است. روابط، فرزندانش، زندگی روزمره و همه آنچه که زندگی او را در این فصل می سازد در فضای آرامش دهنده است و اینها باعث شده که او بشاشتر شود و ما این بشاش بودن و آرامش را در چهره او ببینیم. در حالی که در فصل قبل شرایط زندگی او ثبات نداشت، پسرش به قتل متهم شده بود و هر لحظه نگران بود فرزندانش را از او بگیرند، این سختی ها باعث می شود که به خودش توجهی نداشته باشد و این نحوه از چهره پردازی بیشتر به واکاوی شخصیت مربوط می شود. ستایش جوان نشده، به آرامش رسیده است. وی تأکید کرد شما میگویید در فصل 3 ستایش خیلی جوان شده است و من میگویم اینگونه نیست. او صاحب انگیزه و آرامش شده است که دلایل این ماجرا هم به لحاظ تحلیل شخصیت و واکاوی شخصیت نسبت به موقعیتی است که در آن قرار گرفته است. اگرچه که او فقط 40 سال دارد و فرم بازی، نحوه ادای دیالوگ ها و مکس هایش برای من و مخاطب باورپذیر است و نشان می دهد که با دختر 20 سال تفاوت دارد. در این کوب درباره تغییر گریمور سریال و اینکه این تغییر نقشی در چهره پردازی ها داشته است یا خیر هم توضیح داد. تغییر گریمور ارتباطی با این اتفاق نداشته است. گریمور بر اساس آنچه کارگردان میگوید طرح میزند و تست گریم انجام میشود. گریم ها در هر فصل بنا به شخصیتی که فیلمنامه میطلبد و بر اساس حرفی که کارگردان، نویسنده و تهیه کننده میخواهند انتقال یابد انجام میشود. مجموعه ستایش به عنوان یک پروژه دنباله دار سریال سازی دوباره به کنداکتور صدا و سیما بازگشت. این بار با عنوان ستایش 3 و مجموعه جدیدی از گاف ها و حاشیه های عجیب. اولین باری که سریال ستایش مورد توجه مخاطبان صدا و سیما قرار گرفت مربوط به سال 1389 می شود. داستان تلخ و عجیبی از دختر جوانی که مشکلات و دردسرهای زیادی را در زندگی شخصی خود تجربه می کند و وجود نقش‌هایی مانند حشمت فردوس با بازی داریوش ارجمند مخاطبان را جذب این سریال می کند. اما در همان سری اول انتقادات زیادی به باگ‌های فیلمنامه، پرداخت سوژه، گاف‌های کارگردانی و نویسندگی و تم تلخ و کشدار این سریال مطرح شد و خیلی ها را به آنجا رساند که این سریال می‌خواهد همه چیز را برای اشک گرفتن از مخاطب فراهم کند.
داستان فصل اول این سریال اینگونه بود که قصه یک دختر جوانی به نام ستایش را روایت می کند که برای نجات برادرش از خطری که در پی فرار او از خدمت سربازی وی را تهدید می کرد به دوست برادر خود طاهر فردوس پناه برده و با تمهیداتی برادرش را راهی مرز می کند. محمد برادر ستایش در مرز کشته شده و طاهر به زندان می افتد. در نهایت با رضایت خانواده محمد از زندان آزاد شده و از آنجایی که مجذوب و شیفته ستایش شده بود علی‌رغم مخالفت خانواده خود و خانواده ستایش و با وجود میل باطنی ستایش با او ازدواج می کند و صاحب دو فرزند دختر و پسر می شود. تا اینجا همه چیز برای رسیدن خط قرمز به کلیشه های سریال سازی ایرانی فراهم بود، اما سریال در اینجا به نقطه پایانی نرسید و طاهر همسر ستایش در پی ماجرای حسادت همسر برادر خود انیس همسر صابر که برادر بزرگتر او و در واقع پسر بزرگتر حشمت فردوس پدر طاهر فردوس به حساب میره که مبنی بر علاقه شدید پدر طاهر به او و با توجه به مال و ثروت زیاد او بود متهم به حمل مواد مخدر گشته و پس از فرار از دست مامورین در تصادفی به کما رفته فوت می کند. از اینجای سریال سیر داستان تلختر و عجیبتر می شود. ستایش در فراق برادر، همسر و مادر خود و با توجه به وضعیت نامناسب پدر خود به زندگی با دو فرزندش همچنان ادامه داده و برای فرار از پدر شوهر خود، حشمت فردوس که به دنبال محمد میگشت تا به گفته خودش اسم وی را به یدک بکشد راهی دیار دیگری میشود و در نهایت پدر خود را نیز از دست میدهد ولی همچنان محکم و استوار به زندگی و آینده فرزندانش می اندیشد. در فصل دوم این مجموعه ستایش با دو فرزند خود نازگل و محمد و با نام مستعار رودباری به جای فردوس و پس از گذشت 22 سال از آن قضایا در منطقه در شمال کشور زندگی می کند و صاحب رستورانی محبوب در میان مردم است. پسر او محمد ماهی فروشی دارد و با موتور ماهی به خانه ها می برد. به صورت اتفاقی حشمت فردوس با خانوادهش در شمال به ویلایشان آمدند. از محمد ماهی می خرند و محمد هر بار با یک بهانه‌ای به آن خانه می رود. چون هم از نوه دختر حشمت فردوس خوشش آمده و می خواهد پیش وی کار کند تا به مقامی بالا برسد و ثروتمند شود. پس از آن بعد از فعل و انفعالاتی عجیب ستایش دوباره مجبور می شود با حشمت فردوس رو در رو شود و این داستان باز دنبال دار می شود. اما فصل دوم سریال ستایش انتقادات فراوانی را به سمت عوامل سریال روانه کرد و باعث شد رئیس وقت سازمان صدا و سیما در سال 1393 یعنی عزت الله زرقامی دستور توقف پخش این سریال را صادر کند. در واقع در آن مقطع اولین باری بود که یک سریال به واسطه کیفیت پایین روند پخش آن متوقف می شود. توقعی که در نوع خود اگر نگوییم در تاریخ رسانه ملی بی سابقه بود. قطعا کم سابقه بوده. چرا که تولید یا پخش برخی مجموعه ها در چند دهه اخیر به دلیل حساسیت های سیاسی، امنیتی، قومی و مذهبی متوقف شده، اما هیچگاه بحث کیفی به میان نیامده بود. حالا پخش سری سوم سریال ستایش دوباره حاشیه هایی را به همراه داشته است. یکی از مهمترین این حواشی این است که نرگس محمدی بازیگر نقش ستایش که در سری دوم این سریال گریمزنی میانسال را داشت در سری سوم و جدید این سریال جوان شد و همین موضوع دوباره سوژه نقد و حتی طنز پردازی کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.